به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. جسد نیمه سوخته جوان 22 ساله اهل افغانستان در نزدیک تهران کشف شد. رئیس سازمان آتش نشانی شهر رباط کریم در نزدیکی تهران از کشف جسد نیم سوخته مرد در حوالی کمربندی جنوبی این شهر خبر داده است. حمید رزاقی است روز جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار خبر کشف جسد سوخته شده یک خانم در فضای مجازی گفت. جسد نیمه سوخته کشف شده در رباط کریم متعلق به مرد 22 ساله اهل افغانستان می باشد. رزاقی در ادامه افزود در پی تماس با مرکز سازمان آتش نشانی شهر ولسوالی رباط کریم مبنی بر پیدا شدن جسد مرد در محدوده شهرک اشکانیه در کمربندی جنوبی شهر، بلافاصله نیروهای عملیاتی این سازمان و ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. او با اشاره به حضور نیروهای عملیاتی سازمان و ماموران انتظامی در صحنه و آغاز بررسی های تخصصی افزود در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد که جسد سوخته شده متعلق به مرد 22 ساله از مهاجران افغانستان می باشد. منابع در تخار می گویند که یک زن توسط افراد ناشناس در این ولایت سربریده شده است. منابع 14 اسد می گویند که این زن معصوم نام داشت و افراد ناشناس او را روز گذشته در روستای جیلمخور ولسوالی خواجه غار تخار سربریدند. به گفته منابع شوهر این خانم عبدالله قزل نام دارد و باشنده روستای جیلمخور است. با این حال منابع ادعا می کنند که وی ممکن است از سوی طالبان کشته شده باشد. معصوم هنگام سربریده شده است که مردم به نماز جمعه رفته بودند. وی 21 سال داشته است. از سوی دیگر منابع می گویند که طالبان در بغلان 7 فرد ملکی را در این ولایت بازداشت کردند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. منابع شنبه بر روزنامه اشرصبح می گویند که دو طالب مسلح پس از یک دعوای حقوقی بر سرزمین وارد خانه یک باشنده روستای دیک ولسوالی خوست این ولایت شده است. به گفته منابع این دو عضو طالبان توسط مالک خانه خلاص شدند و پس از این درگیری طالبان 7 تن از باشندگان این روستاها را به اتهام همکاری با این فرد لتکو و بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات در پی شلیک که طالبان به سوی باشندگان این منطقه یک تن هم زخمی شده است. منابع می افزایند که اکنون این افراد زیر شکنجه طالبان قرار دارند و پادرمیانی بزرگان قومی در این زمینه نیز نتیجه در قبال نداشته است. مسئولان محلی طالبان در بغلان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. بازسازی سالنگ 3 ماه طول می کشد. تونل 3 کیلومتری سالنگ که کابل و ولایت‌های جنوب شرقی را به شمال کشور متصل می کند از امروز شنبه 14 اسد به خاطر بازسازی برای رفت آمد وسایل نقلیه شخصی بسته می شود. معبدالحکیم آقا رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به تلونیوز گفته است که موترهای شخصی می توانند از مسیر شبر بامیان و غوربند رفت آمد کنند و تنها موترهای باربری شبها اجازه عبور دارند. و گفته او کار بازسازی این تونل حدود 3 ماه طول خواهد کشید، اما رانندگان و مسافران با نگرانی از خرابی و دوری مسیر شبر بامیان از مسئولان می خواهند برای رفت آمد موترهای شخصی راه حل ارائه کنند. از سوی دیگر ماموران ریاست امن به معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی یگروس و چند زن دیگر به شمول مالک یک آرایشگاه زنانه در این ولایت را لطکوب کردند. منابع به اشر صبح می گویند که ماموران امن به معروف طالبان شنبه 14 اسد در ساحه بزازی مربوط به حوزه دوم شهر غزنی به یک آرایشگاه زنانه که در یک منزل مسکونی فعالیت داشت هجوم بردند. به گفته منابع طالبان دست کم 5 زن و شمول عروس و مالک آرایشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس اطلاعات ماموران امن و معروف طالبان در این ولایت پس از بستن آرایشگاه های زنانه تا کنون چندین زن را به اتهام سرپیچی از این فرمان لطکوب کردند. در این حال منابع محلی در ننگرهار می گویند که ماموران زن امن و معروف و نهی از منکر طالبان با هجوم بر یک هتل عروسی در شهر جلال آباد مرکز این ولایت آلات موسیقی این هتل را شکستند. منابع مردمی در ولایت تخار می گویند که نیروهای طالبان دو عضو این گروه را به اتهام دزدی‌های مسلحانه از مسافران در مسیر شارع تخار کابل بازداشت کردند.
منابع جمعه گفتند که افراد بازداشته و وابسته به گروه قاری زلمه وقاص، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت تخار است. و گفته منابع این افراد در گذشته نیز باشندگان ساحه قلبرس شهر طالقان را آزار اذیت می کردند و از حاصلات خربوزه و گندمان ها به زور زیر نامه هاشان اخاذی می کردند. با این حال مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت تخار بازداشت این افراد را تایید کرد و می گوید که آنها اعضای پیشین این گروه هستند. و خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت، جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که شب جمعه 4 عضو گروه طالبان را با کمین در قلعه مراد بیگ ولسوالی شکر در ولایت کابل کشته است. در بیانیه آمده است که چریک های جبهه مقاومت بر 5 عضو طالبان که بر یک موتر کرولا سوار بودند حمله کردند. ادعا شده است که در نتیجه این حمله یک عضو طالبان زخمی و 4 عضو این گروه کشته شده است. هنوز طالبان درباره این ادعای جبهه مقاومت ابراز نظر نکردند. و در پایان، منابع در کنر میگویند که افراد شاخه خراسان داعش غیر نظامی را به اتهام جاسوسی به طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشتند. منابع روز شنبه 14 اسد با تایید این خبر به روزنامه اکشن صبح گفتند که این رویداد در منطقه 40 ولسوالی سوکه این ولایت رخ داده است. به گفته منابع این فرد روز سه‌شنبه در اسد تیرباران شده است. در مورد هویت فرد کشته شده چیزی گفته نشده است. مسئولان محلی طالبان در کنر نیز تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس اطلاعات جنگجویان داعش در ولسوالی های نورگل، سوکی، مانوک، چپدره و برخی از ساحات دیگر کنر فعالیت دارند که هر از گاهی افراد طالبان را هدف قرار می دهند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.